yükselir dırahtı, bu fiyatı marol. Ki hoş tarzı az rişayı, hakikatı marol. Mani ki zorlu böyle şamiyo, bir sona budalım. Mani ki borası zamina bu, zamona budalım. Kunun banome man ki hasmu hunut, jori yalas. Bekhan maro ba esme kuchakam ki entegoya. درود بر شما عزیزان، باز هم امید که در صحت و سلامتی باشین و با عزیزانتان پرسرور باشید. البته روز یک شنبه هست در ساعت 11 فردا در کالیفرنیا و در اروپا حتما ساعت 7 شام و در افغانستان هم ساعت 9 شب. امیدوارم که این روز مرخصی که در اروپا و امریکا هست به خوشی سپری کرده باشید. خب دوستان عزیز، امروز اگرچه من مهمان داشتم که در رابطه با موضوع برگزاری از قتل دکتر نجیب و حامدان طالبان در این روز داخل افغانستان در کابل جنایت رکورها انجام دادن و اتفاقاتی که در چند روز در داخل کابل افتاد و سر و صدای رسانه ها، طرفداران حکومت نجیب، استفاده جویی دولت فعلی و سر و صدای حزب اسلامی و هوای سیاف و بعض احزاب دیگر اسلامی. مسئله اینجا است که هر کی فعلا میخواهد از موقعیتی استفاده کنه و پایگاه خود و جایگاه خود را قویتر و قویتر و قویتر بسازد. این کاری که آمریکایی ها میکنن یا ناتو میکنن در داخل افغانستان، هزار موضوع میخواهن یک استفاده سوء کنن تا بتونن که یک جواب برای
مردم خودشون رو با رسانه‌های آمریکا و کنگریس آمریکا و اتحادیه اروپا داشته باشند. خب در غیر آن این همه عساکر در یک کشور یک تهاجم کار غیر قانونی هست. این موضوع در داخل وطن ما هست، هم دولت برای بقای خود، هم احزابی که فعلا موجود هست در داخل افغانستان و ادعای خدمت برای مردم میکنند و هم خارجی ها و هم استخبارات منطقه، هر کدام به یک نوعی از اشکال میخوان که استفاده کنند و برای خودشان نگهداری جایگاه و مقام کنند، که در من هیچ شک و شبهه‌ای نیست. دوستان عزیزان، وقتی که ما انتقاد میکنیم و در خصوص شخص خودم وقتی انتقاد میکنم و میگم که طور مثال فلان رهبر جنایت کرده یا فلان رهبر جنایت نکرده، این و این معنی نیست که بقیه را آدم فراموش کنه. حال اگر ما میگیم که دکتر نجیب جنایت کرد، این به این معنی نیست که ما بگیم آقای گلبدین حکمتیار جنایتش را بپوشانیم و بگیم نه او نکرده. خب در این شرایطی که فعلا قسم گفتم هر کس میخواد برای خودش یک جایگاه پیدا کنه، ولی دوستان عزیزان شما رو بیاد داشته باشیم که این روز اگر همین طور مردم بلند شدن بر حلقه برگزاری قتل دکتر نجیب در روز آمدن طالبان، این رو شما هم بدونین که روز شاید مردم بخوانیم که آقای گلبدین حکمتیار مردش رو تجلیل کنن، ولی باز هم جنایتش نمیتونن بکشنن. جنایتی هیچ حکومت رو ما نمیتونیم بکشنیم، جنایتی هیچ شخص رو ما نمیتونیم فراموش کنیم. بعضهایشان کارهای خوبی هم داشتن، یک عده ازشان راضی بوده، ولی یک عده هم خیلی خیلی ناراضی بودن، صدمه دیدن. دوستان عزیزم، من هیچ وقت نمیخواستم که راجع به این موضوع صحبت کنم که موضوع شخص خود بنده یا فامیل ما در این موضوع دخیل شویم و مردم فکر کنند که ما به خاطر خدای ناکرده عقده شخصی این کار رو میکنیم. نه، اجازه بدیم که یک ویدیوی رو خدمت شما یک کمشه من نشر میسپارم، به خاطر از این که بعض برنامه هایی رو که من از تلویزیون های مختلف میگیرم و با برنامه شریک میسازم بعدا نور من نمیتونم در چینل یوتیوب خود اضافه کنم. اجازه بدین فقط تصویرش نشان میدم. این دختر آقای دکتر نجیب هستن در سوئیس. دوستان میتونن که در صفحه فیسبوک من گذاشته بودم یا در ایران انترنشنال مصاحبهشون را گوش کنن. آقای دکتر نجیب پدر شما هست. هر انسان پدرش را دوست نداشته باشه. امروز اگر از هیتلر دخترش حیات باشه و بپرسین، میگه پدرم بهترین انسان بود، پدر خوب بود و میخواست خدمت برای آلمانی ها کرد. امیدوار هستم که حرف مرا گرفته باشین. دوست عزیز ما روی خطی که از دوست آمده، حتما با شما موقع میتونم که صحبت کنیم.
ما از دوستی که خواهش کردیم که روی برنامه بیان و راجع به دکتر نجیب صحبت کنن معذرت خواستن و نخواستن که تشنج بین دوستانشان باشه و خواستم برنامه رو خودم امروز پیش ببرم و شاید هم دوست عزیز ما که باز اشتراک کردن شاید گفتنی هایی داشته باشن بعد از صحبت های من. باز تکرار میکنم بسیار احترام میگذارم برای دختر دکتر نجیب که حداقل علاقه گرفتن و صحبت میکنن راجع به وطنشان. امیدوار هستم همیشه صحبتهایشان راجع به وطن باشه نه برای پدرشان. و قسمی هم که گفتم دختر هیتلر هم پدرش خیلی دوست داشت، پدرش هم احترام داشت و هم میگفت که یک آدم وطن دوست وطن پرست بوده، ولی جهان میفهمد که هیتلر کی بوده. مردم افغانستان عزیز ما هم اکثریتش میفهمند که دکتر نجیب کی بوده و چی کرده و چی کارهایی را انجام داد. زمانی که دکتر نجیب یعنی فهمیده بود که دیگه دست به فرار میزنه و خانم و اولادهایش از خواب بیرون کرده بود با طبعا شرایط خوب و امنیت اقتصادی و پروتکلی که با هندوستان برای حفاظتشان و بودنشان و ویزیشان صحبت کرده بود، خودش هم میخواست که فرار کنه دوباره با فامیلش یک جای شد که در آن هیچ شک و شبهه موجود نیست. ولی میگم که هدف ما فعلا دختر دکتر نجیب و خانم دکتر نجیب هست. زمانی که دکتر نجیب فهمیده بود که دیگه دولتش سقوط میکنه، نمیخوام که بگم که چی تعداده، ولی زندان پل چرخی پر از زندانیان بود. حالا که 30,000 بود، 50,000 بود، 100,000 بود، نمیخوام که آمار اشتباهی برای شما. زندان پل چرخی خودش یکی از نماینده‌گر خیانت و جنایت حکومت نجیب بود. در بین این همه زندانیان را که رها کردن پدر من هم حالی فکر کنین همین صحبت را که من خدمت شما عرض می کنم هم از زندانیان پلچرخی به همین نوادیدن. پدر من 10 سال در زندان آقای دکتر نجیب، یعنی از شروع حکومت از بین رفتن خلقی ها تا روز فرار دکتر نجیب، پدر بنده در زندان بود و مثل ایشان شما خود عکس بزنین چی پیدا ده. در سال هفتم زندانی پدر من عیس شیخ فانی و نظر به قانون باید معاف می شدن. ولی باز هم 3 سال دیگه از طرف باند آقای نجیب به زندان نگهداری شدن با تمام اسنادش که موجود بود. و گناه پدر من چی بود؟ کارمند سفارت آمریکا که در هر سفارت خانه دوباره زنگ میزنم برای شما. در هر سفارت خانه ایده از هموطنان ما کار میکنه
و او هم از طرف دولت افغانستان برایش جواز داده میشه. این رو شما میتونیم در قانون گذاشته ببینید. هیچ کسی بدون اجازه دولت که در حکومت ظاهر شاه بوده و قبل از او و بعد از او نمیتوانستن در یکی از سفارتخانه های افغانستان کارمند باشن و تکس خود هم به دولت افغانستان میپرداختن هم برای تکس. پدر من 10 سال در زندان بود. حالا دختر نجیب و خانم نجیب، شما فکر کنین که 10 سال ماه 2 بار مادر من با آن شرایط خراب لباس و غذا و زندان پلچکی می بود و ساعتها و ساعتها منتظر انتظار می بود و حتی شام می شد و با چی یک مشکل از او طرف دوباره تاکسی یا موتر پیدا می کرد که خودش به منزل برسانه. حال تنها پدر من نبود. هیچ وقت در موضوعات سیاسی این موضوعات شخصی را دخیل نکردیم. حتی در گذشته هم شد. ولی حالا میخوام برای شما یک مثال بکنم. برای دختر خانم نجیب، برای خانم نجیب و برای دوستداران نجیب که میگن جنایت نکرد، خیانت نکرد. آیا این همه انسان ها در زندانش بودن و رن می بودن و فامیلیشان رن می بود؟ این ها کی بودن؟ داد می زد وهابی بودن؟ داد می زد پاکستانی بودن؟ همین مردم 50% که با اطمینان داره شما میگم که بیگناهی بیگناه بود، 50% هم شاید در این جریانات مجاهدین بوده باشن. ولی خلاصه زندانهایش پر آدم بود. این که تنها زندان پلچرخی، دیگر زندانهای محلیشان در ولایتی که اینا داشتن تحت کنترولشان. ولی شما حد بزنید که چقدر زندانی در دوره حکومت آقای نجیب بود و ایشان داد از مصالحه ملی میزنید. چرا آقای دکتر نجیب 3 سال قبل، 4 سال قبل از فرارش این همه زندانی رو معاف نکرد؟ این یک سوال. حالا دختر و خانم دکتر نجیب در سوئیس، شاید هم نمیفهم دخترش که بر سوئیس هست، چرا؟ به خاطر که اسنادی که پیش ما موجود هست و پولهایی رو که دکتر نجیب برای خانمش با میگن 80 میلیون دلار یا هر قدر که در آن زمان بوده فرستاده، توسط سرور باجیش و اینا تقسیم کردن و در سوئیس آمدن و اونجا خانه و جای زندگی خریدن. این پول هست کجاست؟ دختری نمیگه که پدر من پول دوستی کرده. هیچ خانم نمیگه که شوهر من جنایت کرده. دکتر نجیب به قتل میرسه، وضعیتش هم معلوم است. شاید خانمش مثل هزاران شخص دیگری که مرده، میلیون ها انسان دیگری که مرده، شاید دعای برای دکتر نجیب بفرسته. ولی اون رنجی که مادر بنده و هزاران هزار مادر و پسر دیگر کشیدن، او رو تو نمی کشید، او رو تو نمی فهمید. در آن زمان که رنج می بردن تو در عیش و نوش بود. آل هم که اولاد آنها رنج می برن، تو در غرق هستی با پولهای دوزی شده شوهرت و لذت می برید. آیا خود این یک جنایت نیست؟ گفتم با احترام به دختر جوان دکتر نجیب که مقصر نیست، هیچ گناهی نداره. یک جوان هست در یک خانواده بزرگ شده و فکر میکنه
صحبت هایی که مادرش و اطرافیانش رو میزنن، پدرش یک انسان خوب و یک نکنامی بودن. ولی اگر دختر دکتر نجیب الله میخواید که بیای و در مسائل دولتش ابراز نظر کنه و یا این که احسدی گیره، باید داد متانت باید بیای و بگوید که بله پدر من اشتباهاتی کرده، خیانتی کرده، مردم حق دارن که مقصرش دانن و امیدوار هستم که روزی دادگاهی باشه که این همه چیزا معلوم شود از این که هر روز مردم دردش مانه. حالا یکی از دوستداران دکتر نجیب که کارمند بودن در زمانش، در زمان حکومتش و دیدگاهی خوب داشتن، اونا این احساس نمی کنن چون هیچ وقت پدرشان در زندان دکتر نجیب نبودن، هیچ وقت خانمشان این همه مشقت و بدبختی رو ندیدن. هیچ وقت این رنج و مشقت را متقبل نشدن. پس امروز من مجبور شدم که به صفحه تلویزیون برای اولین بار در طول 20 سالی که من رسانه داشتم حاضر شدم و یکی از جنایات حکومت آقای نجیب بود. این هم از زندانی و هر کدامش برای پدر من 18 سال زندانی داده بودم، ولی چون شب روز حساب می شد باید قبلا مافت می شد، هنوز هم در زندان باقی مانده بودم. حتی روزی که من عیس شیخ فانی باید خارج می شد، یک آقای به اسم سارنوال سفر کوهستانی میگه که اشتباه شده شما بشینید سر جای کنید. حالا شما فکر کنین که یک مردی که 7 سال در زندان گذرانده یک خبری برش میاد که شما معاف شدین و اسمش هم میخوانم، از جا بلند میشه به بالاخره آزاد شدن. ولی یک آقای دیگر از خدمتگزاران دکتر نجیب میگه که نه شما بشینین، اشتباه شده و 3 سال دیگر در زندان میمونه. خانم دکتر نجیب، دختر دکتر نجیب، چی جواب داری برای این؟ ولی گفتم که نه تنها پدر من یک کارمند سفارت آمریکا بود به خاطر فهم و دانش زبان انگلیسیش، این همه انسان هایی که در زندان دکتر نجیب بودن برای این چی توجیه داری؟ آن همه که پدر شما در خواهد بود که بعضی ها میگن این مقدار یا آن مقدار، حداقل یک 50 نفری را که با دست خودش و قتل رسانیده، حتی از دوستای صمیمیش که در کتاب رها در باب شما میتونیم مطالعه کنیم، حتی قتل مجید کلکانی، آقاسم مجید کلکانی که یک مبارز بود، اینا را همه پدر روی عقده های شخصیش و فاشیستیش و پشتون خواهیش و قتل رسانده. آله خیلی خوب شد که نگذاشتم که از یادم تدلیل شود، به خاطر از اینکه مردم باید میخیستن علیه طالبان
که در این روز در داخل مملکت اینا آمدن و این همه قتل و قتال کردن. و اون یک جنایت دیگری هست که باعث آمدنش همین آقای دکتر نجیب الله شد. این حرفا به این معنی نیست که من این قصاب کابل رو میبخشم، حال نشستن نان مفت و هوای مفت تنفس میکنه و پول مفت. پسرش هم چند روز پیش آمده به در برنامه تلویزیون و اگر پسرش همت میداشت، غیرت میداشت، میگفت که پدر من از نظر دید مردم افغانستان امروزی یک جنایتکار هست و باید محکمه شوه و محکمه تصمیم بگیره. او هم میگه پدرم که بهترین انسان است. پس بعد کی است؟ بعد ما هستیم. بعد ما هستیم که زندگی میکنیم و از حوله قفه دست پیدا میکنیم. بعد ما هستیم که باید بریم در کنج زندان بشینیم. بعد ما هستیم که شب روز غم بخوریم و اینها در داخل قصر هست و دیگه دولت از خون ملت و مردم اینا عیاش و زندگی کنن. اگر آقای عبدالرحمن حکمتیار که در برنامه آقای حمید زرابی تحلیلگران سیاسی اشتراک کرد و اجازه سخن را هم بر کسان دیگر نداد، باید همت میکرد، مردانگی میکرد، میامد میگفت که من هیچ ارتباطی با پدرم ندارم، یگانه ارتباط من با پدرم هم بستری مادرم با پدرم هست. پدر من از نظر دید قانون، از نظر دید بین المللی، از نظر دید مردم افغانستان یک جنایتکار هست و باید بایش محاسبه شد. این کار نمی کنند. نه این کاری که فامیل دکتر نجیب و دوستداران دکتر نجیب. اجازه بدین پیش از اینکه من به بقیه موضوع برنامه بپردازم، باز هم یک دوست داریم که آقای میرزاد روی صفحه آمده است، شما ببینیم که گفتنی ایشان چی است. ما ایشان را باز میکنیم. مایک شما مثل که مسدود است، اگر مایک تون را باز کنیم. سلام، درود بر شما دوست عزیز، بفرمایید. سلام عرض ادب قادری صاحب محترم به خودت و بیننده هایت، دوستایی که در لایف هستن. کاملا بجا فرمودی قادری صاحب عزیز. موضوع برنامه ایت بخلم که روی جنایتکار هاست، جنایتکار هایی که در قرن مرتکب جنایت شدین و امروز کسایی میبخششان ها که اصلا انتخاب مردم ملت ما نیستند، اونا به زور امریکا و به زور باز اشخاص دیگه مده. موضوع برنامه روی همین اشخاص بود فکر کنم. والا همین تقریبا موضوع همین بود و همین موضوعی که نگذاشتن که تجلیل از بزرگ داشته یا به اصطلاح روز قتل دکتر نجیب الله صورت بگیره و که خوب شد نگذاشتن. ولی این هم به این معنی نیست که این کسان دیگری که داشتن بر علیه این روز استادگی میکردن، رهبران اینا هم بیگناه نیستند. اونا هم در قتل و جنایت مردم شریک هستند، مثل آقای حکمتیار. بله، در حقیقت قادری صاحب عزیز، اگر سعی کنیم جنگ عمر صاحب مسعود در مقابل دکتر نجیب، اگر ما شما کمک فراتر بریم، این نبوده که قوم پرستی باشه، این نبود که قوم پشتون سرکوب کنه. اگر سرکوب میکرد، هیچ وقت در کنارش دایر قدیر نمی بود، هیچ وقت در کنارش اشخاص از صفوف و پشتون هیچ وقت نمی بود. زیادتر مردم اگه ببینی از هر اقوام در کنار عمر صاحب مسعود بوده و جنگ از این ها الان اتفاق افتید به خاطر از این اتفاق افتید که سرزمین ما اشغال شده بود. عمر صاحب مسعود همیشه میگفت که من با دولت شوروی و با نظام شوروی در داخل مملکتم مخالف هستم. با مو دلیل بود که جنگ عمر صاحب مسعود با اینا شروع شد. با عمر صاحب مسعود هیچ وقت دست داد از این نبود که نجیب سرکوب بکنه. با نجیب احترام خاص داشت، حتی در زندان گرفت برش گفت که ما تو من هستی یک انسان، من هستی یک آدمی که خوب هستی یا بد هستی با ما از گذشته فرق نمیکنه، من هستی یک رئیس جمهور یک مملکت، زمامدار یک مملکت بودی، نمیخوایم که مملکت ما در لیست سیاوره احترام به تمام چیز، ما میخوایم زندگی تر اس کنم و تو را در یک جایگاه برسانم که تو حداقل زندگی تفس باشه، به حرفاش گوش نکرد.
خشونت شخصی که ما شما جلو میتیم که عامر صاحب مسعود با نجیب داشت، خشونت شخصی نداشت. عامر صاحب مسعود در مقابل شوروی ها جنگیده است و در مقابل شوروی ها استادگیش بود و عمر صاحب مسعود این پوزیشن و این رتبه را که گرفته است به خاطر از این نگرفته که نجیب سرکوب کرده، به خاطر از این گرفته است که امی دولت شونیزم شوروی را به دگرگون ساختش. در اینی مسئله ما شما کمک باید که اگر برگزار میکنه، اگر کمونیست است، اگر هر کسی است، میخواه نجیب دوز دارم برگزار کنند، ولی در فاینل رنگ ما شما میفهمیم که چی اتفاق افتیده بود، چی گپ شده بود، چی تاریخ درباره از این قضاوت کرده است. این یک چیز نیست که به ما شما کدام صدمه برسه یا کدام ضربه برسه. مثل حبیب الله شهید واره که آمد نظام اسلامی را در مملکت برگزار کرد، این مردم 98% تقریبا 100% گفتن میتونیم 98 95% هم تراش مسلمان هستند و اینا بالاخره یک روز درک میکنن که کیا اسلام در اینجا بنیاد گذاری کردین، کیا اسلام در اینجا پایه گذاری کردین و این چیز نیست که پتو پنهان باشه. وقتی که اگه اشخاص می خود در پست اسلام میزنن، ما شما باید ایره بگویم که نه، اون او شکل که شما میگه او شکل نبود. در زمان شوروی ها مثلا در مسجد رفتنش کمک، در مسجد علما اجازه نداشت که درست صحبت کنن، کمک مشکلات بوده در وقت. در نظام شوروی که از کمک تغییرات آمده است، کلگی را میفهمه که در جهان عموما تغییرات آورد شوروی در نظام خود، اگر نه همون نظام سابقش اگر می بود اصلا پس دوباره در خود شوروی هم شکست میکرد. سابق که بود این شکل که آلس این شکل نبود، بسیار یک شکل دیگه بوده، مردم شکنجه بسیار سخت میکرد. این گناه دکتر نجیب نبوده، همون نظام هم تو یک نظام بود. اگر دکتر نجیب فرمان برداری نمیکرد، یک نفر دیگر می آورد جایش، میکرد میگفت تو بیایی نمی کارا پیش ببر دیگه. با اون دلیل بود که ما شما نمیتونیم که یک چیز ببریم که مستقیم سر دکتر نجیب چی بتیم، چون یک کسی بود دکتر نجیب مثل اشرف غنی وره فرمان بردار بود، فرمان میورداشت، نظام عموما شوروی ها کنترل میکرد و عمر صاحب مسعود در مقابل شانخیست مملکت از چنگشان آزاد کرد. دیگه حال اگر عمر صاحب مسعود اجازه میده که عمر نجیب رئیس منیس رئیس جمهور مملکت یک چند وقتی که بوده میخواسته که در یک جای سیفه یا مثلا در یک جای درست برای چی کنه ببریشه، ما شما چی مشکل داریم با او؟ خدا که سال روز هزار دفعه تکرار کنه، هزار دفعه بگرن، اما او با عمر صاحب مسعود هزار مرتبه سر خود در سنگ بزنه نمیتونه برسه. چی که خانمش این گپا را پیش کنه یا دخترش یا مثلا اشخاص دیگه، حتی من تو، عمر صاحب مسعود کسی بود که در سطح اسلام به نفع اسلام کار کرد، یعنی سر اسلام تاجم. اگر در یک خط اسلام در هر جای مملکت ها باشه، هر کشور مداخله کنه پیش درایه و اوجا بخواه که امر خدا بچلانه، هر کسی که بلند میشه دفاع میکنه، دفاع نه تنها که سرزمین خود بلکه از اسلام هم دفاع میکنه. همین فعلا هم همین جنگ کروان است، این جنگ منطقه میکنه، بسیار یک جنگ است که پیچیده است. منطقه این جنگ میکنه در مقابل نظام امریکا، که امریکا باید از جغرافیای ما بیرون شود، جهاد اصلا نیست بر فعلا. روسیه میترسه، میگه ای اگر هیچ پایگاه بگیره دیگه بگیره مرا در خطر هستم. ایران هم چنین میترسه و مردم کی کار میکنه، اینا کلش قوم زده هستن، همین گپا که پیش میبرن، اینا میخواین که قوم خودشان تسلط پیدا کنه. اینا اصلا فکر اسلامی در کلشان نیست و اینمی جنگ منطقه را یک چهار نفر در خطر بردین من حیث رهبر واره، اینا رو تعلیم تربیه میتن که اگر امریکا سقوط میکنه یک دفعه ای بیا وارد کابل شوه، دروغ که ما جنگ کردیم جهاد کردیم، اصلا اینا در دست شانیز کنترل کرده جنگ نمیتونن. اگر اینا کنترل کردن جنگ، اینا بیا ما خدا بیخی دیگه، ما خدا چی که تمام من مردم کسایی که دانشمند هستن اینکه پا درک کردن میفهمن، این یک سیاست است که بازی میکنن که اگر بیادر گزینه دوم و گزینه سوم و گزینه چهارم روی کار گرفتن اینا، که اگر نظام ما سقوط کنه بیا درست طالبا یک چند نفر دیگر قرار بتیم که منطقه هم بیز پای خود پس میکشه. باز ایران خو مستقیم وارد نظامی نمیشه، روسیه وارد نظامی نمیشه، میگه بگذار که امریکا وارد این مملکت شده، این مملکت اگر تمام شه ما پای خود پس میکشیم، اگر نظام سقوط کنه نمیدارایم که امریکا دوگان بدنام شه، که امریکا آمد جنایت جنگی رجی پشتر خطر ها که درفت. با او دلیل اونا نمیخواهند که یک نظام را دیگه زود که تسلط پیدا کنه، یک نظام با اون نظام سخت مایه کنه و بپردازه اون نظام، پیسه پول تماما چیز تجهیزات کل چیز نمیپردازن و این نظام میشه پراگنده که شد اون یک گزینه سیم دومه. اینا همی امریکا و اشرف غنی و باز اشخاص دیگه روی کار گرفتن که یک چند نفر در قطر جا بجا کنین که در جای ازی بشنن. اصلا جنگ طالب نمیکنه، اصلا جنگ روی نام اسلام نیست، جنگ منطقه است که میکنه
و این چهار نفر هم که در قطر جمع شدن اینا کلش قوم پرست هستن. این کسایی که جنگام میکنن در داخل که ما به در مملکت نجات میتیم امکان داره که از عقیدهشون سوء استفاده قرار بگیره. هر اشخاص در پات قرار داره، از تاجک هم قرار داره، از ازبک هم هزار کس قرار داره. من تو جنگ خاتمه بخشیدنی نیست دکتر عبدالله، بیخی خدا بازی میته و این خاک در چشم مردم میزنه که ما میرم که کسایی میشنم که جنگ میکنه اونا اصلا جنگ در دستشان نیست که تو کسایی که مذاکره میکنه جنگ در دست منطقه است، نظام استخبارات منطقه کنترل میکنه جنگ، هیچ وقت خاتمه نمیابه تا که سربازای امریکا نبره. اولین شرط از نوع ایست که سربازای امریکا از منطقه بره. دویمیش چیست که این نظام چنان اینا به پرگاه بندازن که نمیخواین آیمیال بس از اینا روی چیست روی عزیز که اینمی نظام باید که یک نظام موقتی یک نظام به دیگه جور شود که میخواین که یک کشتار صورت بگره که خوب صحیح امریکا بدنام شد که پای خود در جای مونده او جرا تباه کرده مثل که سابق امریکا همی کار در مقابل از دیگر ها کرده است. اینمی شکل یک توطیه روان است و این کسایی که در رست ما شما قرار داره میاین تحلیل از ایره میکنند که ولی ما کار خوب میکنیم که نفر اصلی قرار داریم نفر اصلی او نیست، او نفر دستنشانده خلیلزاد و اشرف غنی و کرزه و شما چطور ایره درک نمیکنه و ایره باید به زودترین وقت درک کنید دست از اون نفرا نیست. اون نفرا شما را که اینمه قدر کردتان بازی میتونه که ما به خاطر گپ بسیار جزی بانه میگره که ما به خاطر از این شما میجنگم قطع نظامتان که باید یک نظام دیگه بیاد چونو که دمیز قطع تو شش فکر کو که او را دمیز آوردین تمام نکار را با تو به تفاهم میرسانه اما نمیتونه دستش نیست که تو یک همه که خلا را به وجود میاره و از زیر تو سو استفاده میکنه یعنی داشته های از زیر دستت میکشه و این بسیار خطرناک است. باید بسیار زود متوجه شوند که مسئله پیچیده است. چهار نفره که دوجف کمیشنکار هستند اینا نه جنگی هستند نه جنگ کده میتونند و نه پلان جنگی دارند. اگر پلان جنگی داشته باشند در همچون میزای حاضر نمیشن همچون جنایتی که کردین اینا که با عقده میگیره اینا کسایی هستند کمیشنکار هستند. بیا همین مسئله رو ما با عقده میگیریم اما جنایتی که صورت گرفته است این تمام نشه مردم میفهمه که کی کده است و این خشونت قومی که در دلشان است که میان به دروغ خود اسلام میگرن ما مسلمان هستیم خشونت قومی خود علیه دیگه اقوام روا داشتین این ای کارا را میکنه خود از اینا اما جنگ هیچ وقت خاتمه نمیبخشه. جنگ منطقه پیش میبره همیشه اینجا دو طرف تفاهم است تروریست با منطقه تفاهم داره به خاطر که امریکا برای از اینجا دیگه چطور میتونه که مردم ما این را بگرن مورد غور قرار نتن بسیار به سادگی بگذارندشن. خواهش میکنم. تشکر بسیار زیاد از اینکه تحلیل کردین روشنی انداختین این واقعیت های جامعه ما هست. دیگه موضوعی که من امروز میخواستم روش بیشتر صحبت کنم روی همین جنایتکارا هست، کسانی که جنایت کردن و بو ثبت است، ثبت تاریخ است، مردم هم میفهمن ما نمیتونیم او رو فراموش کنیم. و امروز طور مثال خدمت شما عرض کنم که یک جنایتی رو من خدمت شما یادآور شدم که داستانش از پدر خود آغاز کردم و مثل پدر من صدها هزار انسان دیگر صدمه دیدن، فامیلایشان رنج کشیدن، به زندان ها رفتن. این یک جنایت بوده که این رو باید کسی که میگه میایه از پدرش دفاع میکنه یا از شوهرش دفاع میکنه باید بیایه در قدم اول معذرت خواهی کنه که پدر من یعنی اینمی موضوع را ما در جهان غرب میبینیم. وقتی پدر یک نفر مرتکب گناه میشه، یک نفر جنایت میکنه، اما خانمش اولادش میایه میگه که یعنی من معذرت میخوام که پسر من یا پدر من همین جنایت را کرده. این یک موضوع هست که ما باید این رو بیاموزیم. و پسر آقای گلبدین حکمتیار، پسر آقای سیاف، آقای دکتر نجیب و کسانی هم که از اسم مسعود استفاده کردن باید بیان معذرت بخواهند. ما همین کار فعلا حکومت آقای غنی آمد و یک جنایتکارایی را 5500ش رها کرد. این هم خودش یک جنایت است. همین کسانی که در این پروسه دست داشتن این 5000 نفر حداقل 50000 نفر یا 100000 نفر اینا به قتل رساندن و اینها را با پول و به خاطر از اینکه بادارت امر میکنه که اینها را رها کن و رها میکنی خب این هم یک جنایت است. او یک نوع جنایت بود که مردم در زندان های خود انداخته بود سرکوب میکرد و نخبه ها را مثل که آقای حفیظالله امین و آقای ترکی در نوع ماه اول هرچی استاد دانشگاه بود هرچی جوانان مبارز بود هرچی آدم های فهمیده بود که
همش را به قتل رسوند. اینا همه جنایت است، اینا همش خیانت های هست که بر یک ملت صورت میگیره و اینها باید محاکمه شوند، اینها باید داخله. ما نمیتونیم که تنها مثل که یک چند وقتی شروع کردن که ما پرچمی ها را محاکمه میکنیم، کدام پرچمی ها را محاکمه میکنه؟ باید همه را برش محاکمه درست شود و کسانی که جنایت کرده و باعث شده اینا باید محاکمه شود. آقای کرزایی که من بارها و بارها میگم که این جنایت کرد که هیچ شناختی ما بایش ندارم نداشتیم، هیچ وقت هم به ایشان کدام ارتباطی از نزدیک نداشتیم، که میگم اینا خیانت کرده، خیانتش مشخص است. تو چطور دشمن این مملکت روزانه هزارها نفرت میکشه، انتحاری میکنه و یکی از این تو محکمه نمی کنی و اینها رو میگی برادر من هست؟ اینها همش جنایت هست. جنایت من نمیفهم که دیگه ما جنایت چی رو بگیم؟ پسرش میاد میگه که پدر من بهترین آدم است، خوب نمازخوان است. دخترش میاد میگه پدر من یک قهرمان بود، میخواست که مردمش آرام باشه. چطور مردم آرام باشه وقتی که تمام زندانش در طول حکومتش که دست بالا داشت، که در آن زمان یعنی مثلا 4 سال قبل دکتر نجیب که و قتل برسته، 5 سال قبل از او که اینها حکم فرما بودن، اینها چرا این همه مردم شکنجه میکردن و در زندان ها پر میساختن و تا 10 سال اینها در زندان بودن؟ خب اینها جنایت هست. آیا اولاد از این خانم از این که نمیشه حال یک چادرک به سر خود خانمش مندازه و یک سند ساختگی هم گرفته به نام دکتر فتانه، حال از این سند ها بسیار زیاد شده، دیگر در یک گوشی از هندوستان است یا سوئیس است رفت آمد داره و زندگی میکنه و عیش نوش میکنه، که دکتر نجیب قهرمان بود. خب بیا بگو که شوهر من خیانت کرد و مردمش خیانت کرد، یکی در مردم از دستش شکنجه دیدن، یکی در مردم از دستش ناراضی بودن، اولاد آقای حکمتیار گریه به میشکل و به میشکل کسان دیگر، هر کسی که جنایت کرده. ایشان یک جایی بودیم، البته با خودم یک مهمان داشتیم، یکی از دوستان گفت آقای قادری احمد چای مسعود یک خیانت کرده. گفتم چی خیانت کرده؟ گفت چرا امی سروری و یارا کلش نکشت؟ چرا امی زندان ها کسانی که پیشش در زندان بودن نکشت؟ من گفتم او ساده، مگر احمد چای مسعود کی بود که اینا رو میکشت و محکمه میکرد؟ احمد چای مسعود یک قماندان بود، دفاع میکرد از خاکش، ولی حق محکمه کسی رو نداشت. ولی ای که در جنگ کشته می شد، ولی ای که سر هم دیگه تاخت تاز می کردن در جبهه جنگ، او حالت دفاع و تحرز است. ولی وقتی که اسیر جنگی می گیری، اونمو اسیر جنگی است که آمریکا می گیره، اونمو اسیر جنگی است که در ویتنام گرفته شده، اونمو اسیر جنگی است که امروز در چین گرفته میشه، اونمو اسیر جنگی است که در جنگ اول دوم جهانی بوده. او را حق محکمه نداره، حق کشتن نداره. گفتم اگر دکتر نجیب الله آدم هوشیار می بود، خب پناه می برد که وقتی که احمد چای مسعود ازش خواهش کرد که بیا، خب می رفتی در اونجا زندانی می بودی و روزی که محکمه شده بود تو را هم مثل سروری به محکمه تسلیم می کرد، محکمه می فهمید و مردم می فهمید و هرچی که برای تصمیم می گرفتن. ولی اگر دکتر نجیب الله را هم احمد چای مسعود با خود با پنجشیر می برد که ازش تقاضا کرد، یک تار موی از خیانت نمی شد. چرا؟ مسعود می فهمید، مسعود این قانون و قوانین بین المللی می فهمید، این نزاکت های فرهنگی و نزاکت های قومی رو می فهمید، او قانون دولت و قانون اساسی و قانون کشوری رو می فهمید. مگر احمد چای مسعود چی کاره بود که یک نفر بگیره باز با پنجشیر ببره اعدام کنه؟ مثال بسیار سادهش، 14 سال سروری رو نگه داشت در زندان. مگر سروری کم اسناد داشت که جنایت کرده بود؟ خود احمد چای مسعود کم اسناد به دستش بود که سروری جنایت کرده؟ مگر نکشت او را؟ به این لحاظ احمد چای مسعود می فهمید این موضوعات را. و امروز هم بعضی ها میگن که مسعود چنین کرد و چنان کرد، روی عقده های شخصی میگن. شما یک سند بیارین که احمد چای مسعود یک نفر بیگناه کشته باشه،
و می شکل امیدوار هستم که مردم ما، حتی کسانی که اولادی امین سیاستمدارا هستند، باید بیاین و اقرار کنند که پدرانشون جنایت کرده، در حق مردم مظلوم بیچاره ظلم کرده. این طالبا را که شما این عمد جنایت کار هست، شما چطور میتونین که بیارین در دولت و سرگرده های مردم اینا را دوباره بنشانید؟ مردم باید در مقابل همچون کسانی که غنی باشه، خلیلزاد باشه، آمریکا باشه یا ناتو باشه، باید استادگی کنن، اعتراض کنن. و هر طور دوست عزیز از شما سپاسگزاری میکنم که در برنامه اگر کدام گفتنی آخری داریم بفرماییم، که باز ما یک موضوع دیگر هم در برنامه گرفتیم که رویش یک اندازه صحبت کنم. کوتاه بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ما کمک روی موضوعی که خودت فرمودی میپیچم، بعد روی صلح میپیچم دیگه، باز اگر وقت به صحبت نکنم اگر نبود شب خوش بخور تا میخوایم. یکی مورد از این که عمر صاحب مسعود کسایی را میگرفت، چرا در زندان اونا را نمیکشت، چرا در زندان میبردشان و در زندان قانونی قرارشان میداد؟ او را به خاطر اصلا عمر صاحب مسعود زندانی نداشت، بسیار یک آدم آزاداندیشی بود. کسایی را زندان میکرد، میفهمید که اینمی آدم بسیار خطرناک است، بسیار یک آدمی است که فکر چی داره، فکر داره که کشورهای بیرونی دست داره، خطرناک آدم ها را باز او را زندان میکرد، زندان سیاسی میکردش، باز برش اجازه میداد که تو میخوایی که در کشوری که تو را امقای میکنه جاسوس سیاسی در کشور رایت کنم، یا ایست که تو میخوایی که من تو را چنگ بین سازمان ملل بتم، یا میخوایی در کشور خودت مکمیت کنم، چی شکل خودت میخوایی؟ از زندانی حتی این شکل هم پرسان میکرد. عمر صاحب بسیار یک آدم آزاد اندیش بود. و دوم دیگه که مسئله صلح هست که اینمی جا ما شما توجه اگر بکنیم توجه داریم سرش، اینمی صلح مسئله صلح بسیار و یک مسئله پیچیده است، ایره بسیار جنجال برانگیز ساختین. میگه بازیگر او می باشه که بازی را باختگی ببره. امریکا در صدا دزی است که اگر کشورهای منطقه در منطقه جنگ دارن، میخواین که نظام دست نشانده ما را خراب بکنه، در صدا دزی است که بیا یک چند نفر به نام طالب جور کو، وارد کشور بساز، از او حمایت بکو، اینمی نظام اونموا را کمک بکو که بعد از سر ما خرابی صورت نگره، یک دولت به وجود بیاد. در صدا دزی است که گزینه دوم سهمش که است این امین است که میخواه که ببینه که اگر این طرف مردم قوی بودنشان را نشان نتن، این مثلا جبه مقامت شمال میگم، اگر قوی بودنشان را نشان نتن، اگر استاد نشن نگوین که ما از این کشور هستیم، از این دفاع میکنیم از سرزمین خود، بفهمه امریکا که اگر باز از سر من او خونی استقامت نظامی خود مکمل خاتمه میبخشه، به صفر میرسانه. گزینه رو روی کار میگره که کی در منطقه زوراور است، کی میخواد که از ایج استفاده کنه، کنمو رو کمک کنه، کنمو بتونه یک نظام رو برقرار بکنه که در ایج قتل، خونریزی و باز چیزای دیگه نشه که امریکا نامبت نشه. امریکا سعی داره که کدام طرف او طرف چالاکی که داره، ایسی طرف خود خب گرفته، کمیشنکار در او طرف قرار گرفته، ای طرف خود خب گرفته. جبه شمال باید هر چیز زودتر، هر چی سریعتر باید که موضوع گیری خود در این موضوع روشن کنه. دولت معلمدار است که چی شکل برنامه دارد، دولت عموما در دست فاشیستا قرار دارد، دولت کسایی است که فکر مغزشان درست کار نمیکنه، سبا مثل دکتر نجیب باره امکان داره که دار بزنندشه. دولت خودش میفهمه، امریکا خودش میفهمه که ما کسایی را که در از قرار دادیم اینا خب صفر صفر هستن، در بین مردم جایگاه نداره. امریکا در صدت عزیز که کدام طرف زوراور است، کدام طرف دیسپلین داره، نظام خود جور کرده است، کدام طرف میتونه کنترل کنه، ولو که طالب باشه، ولو که هر گروه باشه که دیسپلین درست داشته باشه، مردمش مسلح باشه، درست امریکا بفهمه که نمی آدم با امریکا در رایزنی است که ببینه که کدام از این برنده میشه در میدان، در روی برنده سرمایه گذاری میکنه، جب میره خودش سرمایه گذاری میکنه و ایره میخواه که یک چند مدت این هم تا اول نگاه کنه تا که یا پس برگرده یا ایست که گزینهشان معلوم نیست چی کار میکنن در منطقه، تا که یک برنامه درست داشته باشن یا یک نقشه درست که بیان روی نقشه خود پیش برن. اینمی گزینه را داره، اینمی گزینه مورد چی شد؟ مورد توجه ما قرار باید بکره که بفهمیم که اینی گزینه سوم و چهارم امریکا اینی شکل است. و دومش که ما شما این را بفهمیم که خود ما باید چی کار کنیم، دست به کار شویم، باید یک اینمی جبه مقامت شمال باید که دست بکار شوه، یک نیروی را بسازه که منسجم باشه که از مردمشان بتونه دفاع بکنه،
تا یک چیز را بیاره که از قتل خونریزی هم جلوگیری شوه. و اینمی نفر هم کامد است فیلن دمیجا گزینه صفر خدا روی کار گرفته است میخیزه میره از ایجا اینمی نام آبرومندان از ایجا براینده یکانه رای اشاری اینمی است این نیست که ما بریم کمیشنکار رو من ایس از این میمونه که دبون رفتیم یک اشتباه کردیم اشتفغانی و کرده یک ولی اینمی به ما صلح میره اینمی به ما ایره میره او را میره یک آمد بیرق قومی خدا جور کرد سرودی ملی قومی خدا اینمی حالا که در مقطر میرن این پروسه را باز دوباره اشتباه میکنه پروسه بنواره طالب میرن و طالب رای حل نیست طالب اشخاصی که در قطر قرار گرفته است اونا کسایی هستند که بسیار خشونت آمیز هستند و اونا دردشان به این کده است که مورده 20 سال از کشور بیرون رانده جنگ هم نکدن جنگ هم خود از اینا نکده کشورهای منطقه کده است و اینا اگر قرار بگرند در اینجا بسیار خطرناک است بسیار یک نظام خطرناک وجود می از اشرف غنی و کرزی کده بیخی در دست پاچه میشه و وقت بیخی در جنجال میمونه مثل این امینا وره این امت یک نفر پخونه می تا شما خبر شوی که اینا جنگ نکده این جنگ دیگه کس کده است باز وقت او پشت او رفته بیل گرفته میگه نمیشه ما شما یک مطل داریم این امیالا باید ما شما استاد شاییم بفهمیم که مشکل چی است مشکل اصلی رمیست که جنگ منطقه است نمیتونه طالب در مقابل اینقدر نیرو 52 کشور استادگی کنه در مقابل این تکنولوژی امریکا در داخل کشور ما کروی کار است این پوکانه که در سر ارک بلند است در سر چهار طرف ما شما این چیز ساده میگریم ساتلایت های رمیال در سر کشور ما پخش است ما شما چیز ساده میگریم این چیز ساده نیست این بسیار یک چیز پیچیده است و این نمیتونه طالب کنترل بکنه حتی ما دیدیم که با پوکانایشان باز وقتا پوکانایشان از زیر مندازه بسیار جنگ خطرناکی است و ما شما نباید که بسیار زیاد متوجه باشیم نباید که از گزینه‌های را کار بگیریم مثل اشرف غنی و کرزی وره بریم در قطر پروسه بن وره اگه اشتباه دیگر را کلا اون نیمه اول انجام داده رئیسن فکر میکنن که مو آدما تماما مشکل در دست هیچ شخص مشکل نیست در دست هیچ افراد مشکل نیست مشکل در جان خودت است خودت اصلاح بساز خودت بیا بگو که از کشور خود خودم ریاست میکنم هر کسی خوش آمد هر کسی آمد خوش آمد قطعا استاد شد اینجا در پولی استاد شد خوش آمد هر کسی که در مقابلم قرار بگیره ما جنگ میکنیم کدش عمر صاحب مسعود می نمی شکل گزینش بوده میگفت کسی که میخواه با ما پیش بیا پیش اینجا دولت از خود ما میبینیم خود ما میشینیم زیر دست خود ما جور میکنیم اگر که کسی که میخواد که وارد مسئله نظامی را پیش ببره یا شرط یا چیزی در مقابل ما قرار بده باز ما مورد قبول ما نیست ما در مقابلش استادگی میکنیم اگر از وطن دفاع میکنه اگر میگه که ما چی داریم خیلی نمی گزینش از دشمن وطن دیگه کیسته اینا می چهار نفر است که در خطر هستند نمایان اون استاد هستند در مریتون اینا هم دشمن وطن هستند هم نوکر خارجی هستند هم اون ما شما دیدیم که بیک بیک پیسان برشان میاد دفترم برشان جور شده است دیگه شما از وطن فروش بتر است یا به عقل است یا نمیفهمی که کی وطن فروش است و کی آدم نیک است آدم نیک کیست اون آدمایی که در مملکت با خودت زندگی میکنه اونوا را برو از خود بکو اگه پشتون است اگه هر کسی از با اونوا بساز با اینا نساز اینا کمیشن کار هستن اینا مملکت دگام تباه میکنن دگام با جنگ میکشونن این می شکل اشرف غنی و کرزی و هیچ خارجی که در خارج زندگی میکنه نمیتونه با ما شما راه حل باشه تشکر بسیار زیاد از اینکه در برنامه اشتراک گرفتین و صحبت های خوبی کردین یک جان ممنون برنامه ما وقتش خیلی کم مانده یک موضوع دیگر باید روش صحبت کنم دیگر تشکر از اینکه در برنامه اشتراک کردیم که آقای تشریف میریم خوشحال میشم ممنون از شما خواهش میکنم قادری صاحب تشکر از اینکه به ما وقت دادی ما با خودت بسیار خود احساس راحتی میکنم واقعا که خودت یک افتخار ماستی ما پیش از اینکه بیم بسیار شیر کردم من میجه این طرف و طرف شیر کردم باید تمام من دوستایی که پراگنده صدای خراسان بلند میکنن منسجم بیان اینمیجه جمع شوند اینمیجه جایش از دست دنیای مجازی اینمیجه جایش از اینمیجه با هم شوند کلشان تشکر تشکر یک جهان لطف کردین تشکر از وقت شما همچنین خوش کردم خب این هم دوست ما بودن که نظریاتشان ما شنیدیم حرفای حق میگفتن به هر صورت دوستان عزیز چون برنامه رو امروز ما خواستم دیگر کوشش میکنم که موضوعات جنایت حکومت دکتر نجیب صحبت نکنیم روش تمام شد و یک مانوری هم گفتم میتونیم بود یک نظر سنجی هم به وجود آمد شاید دوستدارانشان هم فهمیده باشند که آقای دکتر نجیب
جایگاهشان فعلا در شرایط فعلی کجا هست و چی کارهایی کردن و کی را به جای دکتر نجیب اگر این جنایتش همه ثابت شود کی را باید محکمه کرد. و امیدوار هستم که نصیحت‌های مرا مثل که خدمت شما عرض کردم فامیل آقای گلبودی حکمتیار و همچنان فامیل دکتر نجیب و بقیه کسانی که دستشان به جنایت بودن اینها را بفهمن و بدانن. و ما در برنامه‌های گذشته هم صحبت کردیم روی دولت‌های گذشته ما کمتر احساس می‌کردیم بر جنایتشان. خب شرایط رسانه‌ای خیلی کم بود و دوم دیگه سر کار نبود، جمعیت کم بود، اینقدر سیستم ارتباطاتی که بین مردم ما در سرتاسر جهان است نبود، ولی اونها پالیسی های اشتباه را پیش گرفته بودند که ما او را احساس نمی کردیم و درک نمی کردیم. تنها زمان شما او پالیسی را متوجه می شدید و احساس می کردید که در اینجا یک عدالتی بسیار قوی موجود است، وقتی در یک ارگان شما اشتراک می کردیم و یا دخیل می شدید و یا کار می کردیم. بعد می دیدیم که دولت های گذشته با تمام خوبی هایی که داشتن ولی زیربنا نقص و نواقص خیلی زیاد داشتن که باعث سقوطشان و بدبختی کشور همونها هم شدن. آرامش مردم سطحی داشتن، مردم با کسی دیگر سر کار نداشت رکومتاری سابق، ولی زیربناهایشان پالیسی هایشان اشتباه بود. اگر آنها پالیسی های خوب را پیشه می کردن امروز ما به این بدبختی نمی رسیدیم. به هر صورت دوستان عزیز، موضوع دیگری را که من دیروز خواستم یک ویدیوی را خدمت شما عزیزان به نشر بسپارم، لاح العب گفتن جوانان امروز هست که ما در بسیاری برنامه ها میبینیم. حتی با کمال تأسف که یک کسی خود گزارشگر میگیره و نطاق میگیره، ژورنالیست میگیره، که او هم امروز معلوم نیست که ژورنالیست و خبرنگار و گزارشگر کی هست، نطاق کی هست، اینا کلش متفاوت می باشد. با حتی یک خانمی که او فقط جز فحاشی کاری دیگری نداره با او ابنی های مصاحبه می کنه و در کنارش استاد می شه. و من دیروز همو صفحه ایشان دیدم که بیشتر از 1,000,000 دشنام خورده بودن. به هر صورت دلیلی که من این برنامه رو میگذارم برای شما نشان میتونم که تفاوت جوانان در گذشته و کسانی که مبارزه میکردن در گذشته وقتی در تظاهرات اشتراک میکردن، اینها از روی منطق، فلسفه و سخنرانی های خوب، انتقادات خوب در مقابل همدیگر قرار می گرفتن. هیچ وقت کلمات زشت و دشت و دشنان در بینشان موجود نبود مثل که امروز مروج شده. و متاسفانه همی دولت ما، همی آقای کرزی و همی آقای غنی با همی آوردنی آقای حکمتیار و همی گروه های مختلف و کسان دیگری که از زیر اسم مسعود استفاده می کنند، اینها همین شرایط را بار آورده هم که حتی منطق خوب از نزد جوانان ما که در دانشگاه کابل تحصیل می کنند و خود جز جامعه مدنی می دانند، اینها ببینیم که چی نوید صحبت می کنند. با معذرت که نباید این ویدیو باید نشان داده می شد و این سخنان اینا، ولی خواستم که شما ببینین که در این نسل جدید ما، نسل دانشگاهی ما، چی نوع الفاظ در یک تجمعی که اینا میخواستن تدلیل کنن از حکومت نجیب و از روز قتل نجیب و منجر به زد خورد و فیلاوایی این مسائل شد، شما ببینین. البته ما از قبل معذرت میخواستم از قبلن خصوص از اطفال و خانمایی که برنامه رو میبینن. ما خوشتن اجازه بده حرکت ما حرکت مدنی بود، اما چه صحبت میکردم این بیناموز کسته زن گل بدین اکبر جان سر بالا رو
نسل جدید است. نسل جدیدی که حرکت های مدنی دارن و شما ببینید که اینها در کمری در مقابل کمره برای مردم و برای ملتشان با چه الفاظی میگن. خب هزین نسل که اینها در روش کشور نسل دانش دایی نگه نزینا شما چی توقع داریم؟ یا به این نوع الفاظ صحبت میکنن یا تمام اسناد را خریداری کردن ساختگی از دانشگاه های شخصی یا هیست که از کشورهای دیگر تربیه شدن آمدن و در دولت و در بعض رسانه ها هستن و یا یک هدیش خود همین دولت کنونی آقای غنی و آقای کرزی تربیت کردن. ما خیلی کمتر صحبت هایی رو میشنویم که از نسل جوان در داخل کشور در تجمع ها اینها صحبت کنن و صحبت های منطقی کنن. و حتی من چند قبل این صحبت آقای دانش هم شنیدم، صحبت آقای سرور دانش یک صحبت خیلی خوبه بود، هیچ نوع حلفاظ زشتی در او نبود، یک تحلیلی بود از حکومت های گذشته و حال. ولی میبینیم که نفر سناتور، یک سناتور ما با چی حلفاظی میاید، یک خانمی با چی حلفاظی میاید، در پارلمان چی گفایی زده میشه، مشتلقتی زده میشه، لباس های از اینا رو ببینیم، لنگی های از اینا رو ببینیم، ریش های چتل مردای اینا رو شما ببینیم، این پیرانتنبان های پاکستانی و هندوستانی شما در جان از اینا ببینید، از این کشور اینا چی درست کردن؟ این آقای غنی و کرزی چی ساختن این مملکت هم؟ به این لحاظ من خواستم در آخر همین ویدیو رو با شما عزیزان نشان بدم. یکی در دوستان، البته دوستانی که برنامه ما را می‌بینن به صورت کل 99% آدم‌های نیک و آدم‌های فهمیده و دانشمند هستند که من در صدها کامنتی که می‌گیرم شاید یک تا کامنت با لحن خراب برای ما بگویند و او هم از نفهمی و ندانی خودشان است و شاید هم اشتباهی ما باشد. ولی بقیه برنامه‌ها را که می‌بینم به سطح کوچه و بازار شده، یک خبرنگار میره با یک دختره که جز فحاشی کار نداره برای از اون میشینه حدس میگیره و در نمایش لباس میده و جز فحاشی کار دیگری نیست و او رو میخوای در جامعه، مثل بعضی برنامه های دیگه که در 12 تا پیدا شده در جامعه و برنامه های مختلف. اصلا شما به این برنامه ها توجه نکنین، گوش نکنین، نگذارین که دخترتان پسرتان این برنامه رو برای انترتیمنت ببینن، برای ازی که اگر خنده کنن. اینا همش باعث بدبختی و ایجاد تشنج در جامعه هست. این روز هرچی کوچه و بازاری هست تا آمده میخواد که در مسائل سیاسی کشور دست. شما در این ویدیوی دیگر شما دیدین آقای
خب دوستان عزیز، مثل که برنامه یک اشتباه تکنیکی پیدا کرد و آقای قطع میشه، به هر صورت دوستان عزیز برنامه را چند لحظه دیگه هم ادامه میدیم. یک وقفه در بین آمد، با معذرت. میخواستم که یک ویدیوی دیگه را خدمت شما نشان بدم که از جریان همین موضوعاتی که در داخل کابل در روز بزرگ داشت اتفاق افتاد. اعتراض مردم به ممانعت از برگزاری مراسم یادبود از دکتر نجیب در نهایت به خشونت گرفت. درگیری میان هواخواهان، پلیس و مخالفان برگزاری مراسم. طرفداران او این عملکرد دولت را نامنصفانه می‌دانند. خاطر برگزاری این مراسم در خیمه دو یکدیگر ما از حکومت حکم رسمی گرفته بودیم، اما در دقیقه 90 به صورت شفاهی به ما خبر دادند که شما نمیتونید در خیمه این برنامه را برگزار کنید. این برخورد حکومت سلیقه‌ای و خلاف قانون و ارزش‌های دموکراسی است. طالبان 24 سال پیش در چنین روزی وارد کابل شدند. در نخستین ساعت دکتر نجیب و برادرش را با شکنجه کشتند و در چهار راهی آریانا به جان آویختند. طالبان با تصاحب قدرت پس از آن 5 سال در افغانستان حکومت کردند. حالا مردم در شجردره شمال کابل شعار مرگ بر طالبان سر می‌دهد. از ظلم و وحشت دوران حاکمیت این گروه می‌گوید و حافظه‌ای که فراموش نمی‌کند حتی اگر ببخشد. معترضان می‌گویند حامی صلح‌اند اما مخالف حکومت موقت و خواهان عذرخواهی طالبان از مردم. خواست اصلی ما این بود از حکومت افغانستان، طالبان و کشورهای زیردخل در قضیه افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی که جنایت‌هایی که طالب‌ها در حق مردم کشور ما و ویژه در حق مردم شمالی مرتکب شدند، بزودی از این چشم پوشی نکنند. نگرانی از نظام خشونتبار طالبان اما تا قلب پای تخت رسیده. ویدیویی در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد در منطقه کمپانی کابل اعضای طالبان سر راه مردم را می‌گیرند. دولت اما حضور این گروه را در پای تخت رد می‌کند. ضمن اینکه طالب ظرفیت و توانایی حضور را در نمای شهر ندارد، بلکه وجود فیزیکی این گروه در هیچ جای پایدارگاهی نیست و اینها همیشه در حالت فرار از یک منطقه به منطقه دیگه هستند. خب دوستان، این هم بود. البته یک صحنه دیگری هم داشتن که اینها با یکی از آقای به نام لاله با تفنگ و فیرهای هوایی میکنه و دست به یخن و بزن و بکن و از این مسائل در این روز داشتن و بی نظمی در داخل، همچنان که در حکومت میبینیم در بین مردم گروه های مختلف. ولی خب ما یک چیزی رو فراموش نکنیم که همه ما به یک جای معتقد هستیم که طالب جنایت کرده و طالب جایگاه در حکومت نباید داشته باشه و نباید در قدرت به اولو که غرب و آمریکا و آقای خلیلزاد که خیلی خیلی عاشق طالبان هست نباید بذاریم و تا جایی هم که دیده میشه امکان ندارد. و اگر طالبان در قدرت بیاید باور کنید که 30-40 سال دیگر جنگ در این کشور ادامه خواهد داشت. به هر صورت عزیزان، ما برنامه ما به پایان رسیده. یک دوست دیگه هم بالا آمد، میخواست چیز صحبت کنه ولی چون تصویرشان هم ندارم به اون لحاظ نمیتونم که روی صفحه اینا رو بالا بیارم، از شما معذرت میخوایم. امیدوار هستم که با تصویر بالا بیارم. و همچنان وقت برنامه ما به پایان رسیده و خواستم دوباره در آخر همون جنبندی که فامیل های این انسان هایی که جنایت کردن، اینها
این را نهادی نبسازن و بیاین در پرده های تلویزیون معذرت بخواین و به مردم بگن که بله شما حق و جانب هستین. این همه جنایت در دوره حکومت پدرم یا توسط پدرم صورت گرفته. این علل خصوص از پسر آقای گلبدین حکمتیار و از دختر دکتر نجیب الله و آقای و خانمشان فتانه میخوام. خب 5 دقیقه وقت داریم، یک دوست دیگر ما آمدن روی صفحه ما، میاریمشان ببینیم که دوست ما چی گفتنی دارن قبل از اینکه از حضور شما مرخص شیم. مایک شما را اگه مایک خود باز کنیم. درود بر شما آقای قادری عزیز، درود بر ملت خراسان، درود بر روی شهدای رزمندگان خراسان. برنامه شما راجع به سالگرد دکتر نجیب است، درست؟ سالگرد و جنایتی که در دورش صورت گرفت که ما رو نمیتونیم چشم پوشی کنیم. بله آقای قادری، به نظر من تمام سیاست هایی که در خراسان تحت نام و فرهنگ افغانیت و افغان تبلیغات شده و سالها رهبران خود قوم بزرگ تاجک با افغانها همکار بودن، این باعث شده که اینها هنوزم در امو فکر و هوا باشن و امو تبلیغات کنن که اینها قهرمان بودن و بازم میتونن با استفاده از این قهرمانیشان در قدرت باشن و مثل سابق یکی برو یکی بیا دولت و دولتداری را پیش ببرن و اقوام غیر افغان در همین مرض شعارهای هم افغان هستیم و افغان هستیم و افغانستان از ماست و قهرمانای ما واقعا خدمت کرده در این غرق و به هویت نگاهشان کنن. هستین آقای قادری؟ بله ما هستیم دیگه. از این که مردم ما در این فرهنگ دروغ غرق هستن و در این شعارهای دروغ، خب اونا هم ناچار استفاده میکنن از این افغانیت و یعنی پدرش قهرمان بود. یک تعداد از خود ما تاجکا هست که طرفدارای زیاد، فکر میکنم زن خانم نجیب هم تاجک است، چطور؟ نه، خانم نجیب از طرف پدر مومند است، بنام فتانی مومند، مادرش همیران هم داشت و میگن مادرش محمد زهی بودن. مادرش سرآشپز در هتل کابل بود به نام همیرا جان یاد میکردن، ولی پدرش مومند است. زمانی که ما در کابل رفتیم در دوران نجیب درس میخواندیم و در نظامیان بودیم، البته وقت کمی بود دوران از که من در نظامی بودم، امی تعویض نژادی بود در زمان مکتب، در زمان مکتب نظامی عین افکار غنی را نجیب داشت. نجیب بهترین دولت از بین برد به خاطر امی افکار قومیش. بهترین سایمنصبا، بهترین دانشمندا، انسانای بسیار ورزیده بودند، اما زیر نام امی فرهنگ افغان خود گرفته بودند، با افغانا همکاری میکردند و تحت امی نام افغان با اینا به حساب خودشان که ما کشور از بدبختی و عقب ماندگی به نجات میتیم مبارزه میکردن، ولی سیاست ها گنگ بود. ما میدیدیم که افغان ها در مقابل دیگر اقوام خراسان در نظام، در دولت، در هر جای یا دسترس داشتن به جز خیانت، به جز شعار قومشان دیگر کار نداشتن. منتها در اون زمان چیزی که اینا را دستگیر کرده بود و در کنترلشان داشت همو حزب دموکراتیک، یک نظم و دیسپلین هم داشت از نظر به دیگه دولت ها. نجیب در اینجا بند مانده بود، بعضی که کارمل از کار برت از قدرت برطرف کرد و بعدش هم شروع کرد ادامه داد به مو خیانت و امو افکار کمپرستیش که فکر میکنم جلال رزمنده را ترور کرد و دیگه جلال های تاجک ترور کرد. به نظر من اینها نظر به مو افکار قومیشان با وصفه که ملت خراسان تاریخ و فرهنگ خود به نام امی قوم بزرگای خراسانی، امی کسایی که در نظامی بودند، استاد بودند، دانشمند بودند. ما در او وقت جوان بودیم،
و همیشه میگفتیم چرا دولتداری و این رسم رواج به ای تو پیش میره. اوغان خب معلوم است دست ما صحبت میکنن، ولی اونا همیشه ما را سرزنش میکردن. خب افغان ها هیچ وفایی نداره در اون سرزمین. اگر وفادار بود نجیب، امو حزب خدا چرا از بین بود؟ چرا امو امکانات نظامی که در دولت بود از بین رفت؟ پس معلوم است هر رهبر از یا فقط با استفاده از این نام افغانستان که بالای خراسان مانده شده و تاریخ فرهنگ خراسان به نام افغان چاپ شده و جل شده و در مغز ملت خراسان در جل تدریس شده و درس داده شده، اینا استفاده کردم دیگه. و همیشه افغان ها موفقیتشان اینجا بوده که هضمی شعارهای افغان که خود اقوام تاجک به خاطر قربانی که سرزمین ما دست نداره یا ای که ملت ما یک دست یک پارچه باشه، خیر افغان است، خیر برادر است، یا هم در قدرت بودن هم ظلم میکنن. ببینین همین قبایل اینا چقدر کمک میکنن، چقدر از یا مصارف میکردن تا پشتیبانیشان باشه، پشتیبانی دولتیشان باشه و در هر حساب سیاسی و سیاست اینا با کشورها زیرکی پیش میرفتن، با مردم خود حقیقتا نمیفته. حتی ببینید با حزب خود دروغ گفته. یادم یک آدمی که پول در دستش هست، یک اردوی بسیار محکم با نظم از نظر نظامی در او خراسان بسیار بسیار پیش بود و همو امکانات که نظامی روس ها داده بود میتونست کنه نگاه کنه و از خود دفاع کنه، ولی نظر به این مشکلات قومی که اینا داشتن، نه تنها در دوران نجیب که در هر زمان اینا خیانت کردن به سرزمین خراسان. به نظر من دیگه ملت خراسان در این حرفا، در این سیاست ها گوش نکنن و عزیزایی که پشت سیاست های کنه هنوزان میگردن. و من میبینم دختر نجیب یا فامیل نجیب یک تعداد تاجیک های هست یا افغان های فارسی زبان هست که بسیار تشویق میکنن دکتر صاحب تکد، دکتر صاحب تکد. اگر دکتر صاحب واقعا که رزمنده می بود خب میمون در خراسان، با این اندازه هم حکومت نشاریده بود که اینا شاران دیشن. ولی این وفاداری مردم تاجک بود که در ببینین امو پرچمی هایی که از ایمان باز هم کوشش کردن که این سرزمین نجات بتن با عامر صاحب مسعود بزرگ، و مسعود بزرگ هم وفاداری به این مردم کرد. همیشه او از انسانیت، برادری، دوستی گپ میزدن، همیشه سر مردم خود در امی زیر نام اوغلستان، اسلام، انسانیت نگاه میکردن، در حق ازیا خیانت دن. اینا بودن که در حق ملت تاجک خراسان و دیگه اقوام خراسان خیانت کردن. پس اینا برگردن به اصلیتشان، بدانن معذرت خواهی کنن که یک سرزمینی که بر ازیا عزت داده، پول داده، در جهان شاهزاده معرفیشان کرده، هنوز هم خیانت میکنن، هنوز هم پشت کارهایی هستن که اصلا دیگه این کارها پیش نمیره. ملت خراسان برگشته در اصلیت خراسانیشان، به فرهنگ نیاکانشان. ما مردم هستیم، از خود تاریخ داریم، فرهنگ داریم، چرا عاشق تاریخ و فرهنگ نام خراسان نباشیم که در پشت افغانیت بگردیم؟ این کسایی که پشت افغانیت گشتن، ببینین ما در زمان نجیب میدین چندین کودتا را می تاجک ها و دیگه اقوام خونسا کرد به خاطر کمی دولت دکتر نجیب باشه، ولی خودش بی وفایی کرد، خودش در دلش کینه بود، خودش در دلش بد بود، قومگرا بود، که همون نیرو، همون پشتیوانه، همون انسانای با استعداد از دست داد. ولی بازم اینا دولت که با احمد شاه مسعود اینه کمک کردن یک جا شدن به خاطر حفظ همون وطن بود. اما بازم این طرفدارای نجیب چندین کودتا که در سر دولت استاد ربانی و خونسا شد، همین طرفدارای نجیب رفتن پاکستان، اینه من خودم بودم، این همی ها رفتن به کمک پاکستان و کشورها نام خود طالب ماندن. از او جمله یک قماندان های عربی 16 من بود که مرا گفت بیا او بچه کده ما همکار شو. من گفتیم چی خبر از قماندان سب؟ گفت والا ما این تو میریم که دشرارا مجاهدین جنگ میکنیم. پس کل فقص و فساد از اینجا، نام اسلام بعد، نام دموکراسی بعد، نام انسانیت بعد، کشور همیشه در فقر و بدبختی و جنگ سیاسی پیش میره. تمام فیسبوک ها را که میبینین اکثر انسان ها که کمی میفهمه غر کمی سیاست هستن. پس اینا خودشان خیانت کردن. میگن دکتر نجیب از پشاور است. خب ما از نظر تاریخی که ببینیم
پشت کوههای جمشید که امونجا افغان شهر بود و پسان به نام اوغلستان معرفی شده، در 1838 عبدالرحمن و اینا امضا کردن و در زمان امان‌الله رسمیت رسید بالای خراسان. اینا از اوجا بودن و اینا ببینین اینا چقدر جنایت کردن. امی مردم کابل اینا را از امون سلیمان لایق از زبان خودش گوش کنین، میگه ما را اینا چقدر ناز میداد، پدر مرا میبرد پس ما گریخته میامونم خانه از یا. اینا دمو کابل که به یا نان دادن، عزت دادن، به امون کابل یا اینا چی کردن؟ خیانت کردن. امیال کابل در گند هستن، بیلیون دلار اینا گرفتن. خودم یا اوغانا بگیریم، تاجیکا خکلش در فقر و بدبختی بود. در زمان احمدشاه مسعود اینا داخل قدرت شدن و دیدن، و در زمان پرچمیام کیا بودن همیشه با دست بوس و برادری افغانا غرق بودن. همین کابل ها بیدیم در گند برآمدن، بیلیون دلار آمده در اونجا مصرف میکنن، میخورن، میپوشن. یک کانال آب، یک سیستم درست در اونجا نیست، یک ترانسپورت درست نیست، یک امنیت نیست. پس خیانت از همی افغانیت شروع شده. قهرمانی از یاد کجاست؟ از عبدالرحمن شروع حوزونش او سبانه، از 1838 که نام افغانستان در جنوب خراسان امضا کردن و قبول کردن، جنوب خراسان هم یک قسمتش به هندستان بخشیده بودن. بعدش اینا چی کردن؟ بجز کشتن، خیانت، تجاوز و از مردم ما دست چی بوده؟ همیشه دست روی سینه مانده، جان قربان گفته، برادرم گفته. و خیانت اینا میکنن، هیچ قهرمان ندارن. اگر قهرمان می بودن، قهرمان خب بیشتر خاله نجیب، خب اینه آمر صاحب مسعود چی داشت؟ کدام هلیکوپتر داشت، تانک داشت؟ و یک مرد جنگی و صادق و وطن پرست بود، محکم استاد شد، به مزور سیاست راستین خراسانی شما آمد، دیگران احترام کرد، داخل دولت شد. نجیب که تمام چیز داشت، آخرش هم گریه. پس چی سیاست هسته؟ چی افتخار هسته؟ مردم تاجک دیگه خود بازی نتن، اینکه افغان ها خود میپشانن زیر نام افغانستان و یک وقت از به دموکراتیک بود. ما در زمان از به دموکراتیک بودیم، یک تعداد قدر نجات پرست بودن، در جوان می بودیم این نجات پرستی بود. پس مردم تاجک خراسان بیدار شوید، ما افتکر قهرمان جور نکنه. اگر قهرمان است برای خودشان است، اما دورانش است، اونو تاریخشان است، مردم میدانن. به خدا عدست از اینکه ما را بزرگای ما سرزنش کردن، تمام خائنای ازیا را قهرمان معرفی کرده بودن، و هر جایی که یک چهار تا افغانه که میبینی میگه سرزمین تاجک خراب کرد، مسعود خراب کرد، ربانی خراب کرد، اینا پاکستان را. اینمی قبل در زمان جنگ، در زمان سختی ها، در 1838 اینا دولت اوغلاکستان را جور کرده بودن در جنوب. بیاین از این پورا کنین، بگو در پاکستان خوش ما رفتین مزدوری کردین. در زمان طالبا اینمی منصب دارای طرف دارای نجیب کلش رفته بود پاکستان مزدوری میکرد. پس این چی رقم جنگ است؟ شما خودتان عزت خودتان را برباد کنین، و مردم خراسان بیدار باشن، عاشق اصلیت و فرهنگ و تاریخ خراسان باشن، تا این سرزمینشان خودشان نجات بتش. ضرورت به این سازمان های این آن ندارن. کتاب دارن، تاریخ دارن، قهرمان دارن، مبارزه 600 ساله و 700 ساله اسلامی شما دارین. خب برگردین از خودتان بگین، بشنوین، تا افغانان بفهمن که اینجا یک ملتی هستن. تشکر به ما وقت دادن. تشکر یک جهان مردان بیدار خراسان. نام خوب انتخاب کردین. یک جهان ممنون از اینکه درود بر شما هم روشنگری میکنین. تشکر، درود بر شما میفرستم. هست کسانی که امروز مثل امی جوانان ما روشنگری میکنن و ایشان هم برنامه هایی دارن و خودشان هم قسمی که فرمودن در نظام بودن و بیعدالتی ها را در همون زمان حکومت نجیب حس کردن. و یک واقعیت هست که ما از او هیچ وقتش هم پوشی کرده نمیتونیم که تمام امی دولت های ما وقتی که متوجه شدن، دیدن که دیگه مردم خراسان زمین بیدار شدن، باز همون حکومت سرنگون کردن که نگذارن باز قدرت به دست بگیرن. و ما صدها مثال از این در حکومت‌های قبلی داریم و تاریخ هم خیلی حافظه خوب داره همه اینا هست. و به گفته همین آقای خراسانی عزیز،
آقای قیام رزمندگان خراسان، قیام رزمندگان خراسان که بیدار شویم، بفهمیم و مشکل اصلی و زیربنایی خود درک کنیم و اون طرف هم دیگه بفهمن و بدانن که دیگه مردم فهمیده دیگه فریب بازی صوبه سردی ها را نمیخوریم، فریب بازی پاکستانی ها را نمیخوریم. و اگر دوست دارن که در این سرزمین امروزی با ما زندگی کنن، من حیث یک شهروند خراسانی، نور علا نور دعوتشان میکنیم زیر چتر خراسان و در یک عدالت اجتماعی. دوستان عزیزان، از حضور شما مرخص میشم. از اینکه دوستان ما در برنامه اشتراک کردن جهان سپاس و از حوصله مندی شما هم جهان سپاس. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا میسپارم. روز روزگار بر شما پرسرور باشد.